از زمان آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، هنرمندان در داخل و خارج ایران به شکل‌های مختلف و با تولید آثار هنری از مطالبه‌های معترضان حمایت کردند. از جمله این هنرمندان آتوسا، خواننده مقیم کانادا است که آهنگی در حمایت از معترضان خواند. وقتی شب توی شهر فریاد درد گوشمو پاره کرد، موامو میبندم باد میجنگم، منو نترسون باز، با ترس اومدم بار رسید به دنیا صدا، چون من آزادم، من آزادم، من خود آتوسا که به اسم مدگر شناخته میشه، خواننده از تورنتو با ما همراه شده. خوش آمدید آتوسا. میخوام ازتون اول قبل از اینکه به کار هنریتون بپردازیم به این بپردازیم که میدونم دنبال کننده های شما که کم هم نیستن در اینستاگرام بیشتر جوانان، شناخته شاید بهتری ازشون داشته باشین. دقیقاً این نسلی که الان ما تو خیابون ها میبینیم که اغلب دانش آموز و دانشجو هستند، مطالباتشون رو شما چطور میبینین به عنوان کسی که باشون مدام در تماس؟ ببینید، بچه های ایرانی واقعا چیز خاصی نمیخوان، فقط یه زندگی عادی میخوان. زندگی عادی توی ایران، روزمرگی برای این جوونا سخت شده. جوونی کردن سخته، شادی کردن سخته. تو اگه از تو مدرسه به تو فشار میارن، به تو زور میگن، تو بخوای قدم بزنی تو خیابون یک کار عادیه. از هوای کثیف گرفته تا ناامنی که از طرف پلیس برای تو ایجاد میشه. بخوای دوست دختر دوست پسر داشته باشی، نگران گشت بار باشی. بخوای شادی کنی، دور هم جشن، نگران گشت بار باشی. بخوای کار دولتی بکنی، پدرتو در میارن، انقدر باید بدرفتاری میکنن میدوننت. بخوای اینترنت رو باز بکنی و یکم تفریحات حتی اینترنتی داشته باشی، همه چی فیلتره. بخوای از ایران بری گرونیه، بخوای چیزی سفارش بدی نمیتونی، کشور تحریمه. زندگی عادی بچه‌ها ندارن و دچار افسردگی شدن و خستن. میدونیم چی میگم، یه چیز زندگی خیلی عادی میخوان، هیچ چیز خاصی نمیخوان در نظر من و حقشونه. این کاری که خوندین خیلی هم کاری بود که به نظر میرسد واقعا توش احساس خودتون هم درگیره، خیلی هم با استقبال مواجه شده. راجبش بیشتر بگین، خودتون چه حسی دارین به اون چیزی که در ایران میگذره؟ ببینید، من آدمیم که دوست دارم که این حس رو توی جوانا ایجاد بکنم که سرنوشت دست اوناست، قدرت توی مشتشونه و اینکه آزادی یک باوریه که از درون باید داشته باشن. تو چون که وقتی که از درون باور بکنی که آزادی و کسی به تو نمیتونه زور بگه، هیچ وقت از جنگیدن برای خوشحالی، برای آزاری، برای زندگی که لیاقتشو داری دست بر نمیداری. و من این جوونا با کارهایی که دارن الان میکنن، با اصلا خیلی امید بهشون دارم و میخوام این امیدو بهشون بدم و پشتشون باشم و امیدوارم که آرتیستای دیگه هم این کارو بکنن، چون تاثیرگذار موزیک، آرت و تمام این چیزها تاثیر مثبت روی این جوونا میذاره و ازشون متشکرم که به خاطر همه ما دارن توی ایران با جرأت میجنگن و امیدوارم که همه به لیاقتشون برسن. خیلی ممنونم از شما آتوسا که به اسم مدگر شناخته میشه، از تورنتو با ما همراه بودیم. بریم به آمریکا. جو بایدن میگه آمریکا روابطش رو به عربستان